با سلام به شما بینندگان عزیز کانال جدید، حمید اخشناس هستم به همراه همکارم جمیل فرزان. برنامه نگاه روز را به شما تقدیم میکنیم. خبرها حاکی از حمله احتمالی آمریکا و غرب به سوریه میباشد. در کنار کشتار مردم سوریه توسط رژیم اسد، حمله احتمالی آمریکا ابعاد دیگری را به فاجعه که بر سر مردم سوریه خواهد آمد خواهد افزود. پیرامون همین موضوع و دلایل حمله آمریکا به سوریه گفتگوی داریم با کاظم نیکخواه که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. کاظم نیکخواه به برنامه نگاه روز خوش آمدید. سلام به شما، ممنونم و با سلام به همه بینندگان عزیز. آمریکا میگه حمله شیمیایی توسط رژیم اسد اتفاق افتاده که توی چند روز پیش اتفاق افتاد و اینو تاکید کرده که مسئولیتش به گردن دولت سوریه هست و گفته پاسخ این عمل سوریه بی پاسخ نخواهد ماند. دولت‌های فرانسه و انگلیس و آلمان هم بر حمله نظامی بر علیه سوریه تاکید کردند و فضا کاملا جنگی به نظر میرسه. آیا وقوع چنین جنگی چقدر محتمل هست؟ ببینید الان که آره کاملا وقتی که اخبار، گزارش ها، نشریات، تلویزیون ها رو نگاه میکنی فضا کاملا فضا جنگی به نظر میرسه. بنابراین ساده ترین تحلیل اینه که بگیم جنگ خواهد شد یا احتمالش زیاده. ولی بحث بر سر اینه که چقدر این احتمال یا بالاخره خود این جنگ چگونه خواهد بود یا چه جنگی در مطرح. به نظر من یه مقدار زیاد اینها تبلیغات هست، یعنی فضاسازی، فشار دیپلماتیک گذاشتن روی دولت سوریه. شخصا خیلی به ژورنالیسم رسمی اعتماد ندارم و فکر میکنم که احتمال جنگ شاید به مفهوم یک حملات محدود خب احتمالش هست و این خطر به طور جدی وجود داره، ولی به صورت جنگ تو ابعادی که مثلا بشه اسمش رو مثل جنگ ایران، جنگ حمله به عراق مثلا مقایسه کرد، به نظرم در شرایط فعلی یا تو کوتاه مدت احتمالش کم به نظر میرسه، به دلیل تناقضات و مشکلاتی که غرب داره در رابطه با سوریه و اسرائیل و فضا و اپوزیسیون سوریه و اینها. در نتیجه فکر میکنم که اگر هم حمله صورت بگیره یه حمله بیشتر تبلیغاتیه به خاطر فشار رو دولت سوریه است، در جهت سرنگون کردن مثلا بشار اسد نخواهد بود و بیشتر از این بیشترین کاری که خواهند کرد شاید یعنی محتمل ترینش اینه که حمایت بیشتری از اون بخشی از اپوزیسیون مورد حمایت غرب صورت بگیره، اسلحه مثلا در اختیارشون قرار بدن و این جنبه ها به نظرم بیشتر محتمل هست. اگر که حمله صورت بگیره یا احیانا جنگی صورت بگیره چه تبعاتی رو در منطقه خواهد داشت؟ موضع‌گیری اپوزیسیون چیه در رابطه با این مسئله و موضع‌گیری گروه های اسلامی که در حال جنگیدن با اسد هستند چی است؟ اگر اول بگم موضع‌گیری اپوزیسیون بخش هایشون خب همراه هستند با غرب و مثل ائتلافی که درست کردن، ائتلاف سوریه آزاد یا چیزی از این قبیل، که اونها حمایت میکنن. بخشی از اپوزیسیون مثلا بخش هایش که سکولارتر هستن، چپتر هستن، توافقی ندارن با حمله نظامی با غرب و همیشه مخالف دخالت غرب، دولت‌های غربی، ناتو تو سوریه بودن. در حال میشه گفت اکثریتشون سمپاتی دارن به اینکه یعنی حمله نظامی علیه بشار اسد به صورت محدودی صورت بگیره. اما تبعاتش چه خواهد بود اونم بستگی به ابعاد جنگی احتمالی داره. اگر فرض کنیم یه جنگ تمام عیار یا محکم ضربات کاری باشه که رژیم اسد رو به سقوط نزدیک کنه اثرات وسیع خواهد داشت. یه احتمال، یعنی فرض کنیم اگر رژیم اسد سرنگون بشه
توی جنگ احتمالی، خب بلافاصله این سوال مطرحه که چه حکومتی، کدوم نیرو، کدوم جریانات جای اون خواهند گرفت، که اون وقت چیزی که دیده میشه یه بخشش، بخش زیادی از نیروهای اپوزیسیون نیروهای مردمی هستند که سازمان یافته نیستن ولی وسیع هن، با دخالت آمریکا و غرب مخالفن و اینها شاید شانس فوری نداشته باشن ولی بعدترها دخالت میکنن، فشار میارن و سعی میکنن که خواستهای مثلا مردم عملی بشه، آزادی های سیاسی داده بشه. به نظرم کلن اگر به فرض به سرنگونی اسد فکر کنیم، خب یه دوره طولانی کشاکش بین نیروهای طبقاتی مختلف رو در سوریه شاهدش خواهیم بود، اما با یه حمله نظامی محدود به نظرم اثر یا پیچیدگی خیلی زیادی نخواهد داشت. یه بحث دیگه اینه که یه منطقه مثلا پرواز ممنوع اعلام کنن، اینم باید به تایید سازمان ملل برسه معمولا، و سازمان ملل هم به خاطر حمایت چین و روسیه از اسد و که حق وتو هم دارن احتمالش کمه که به اصطلاح چراغ سبزی بده برای حمله نظامی و منطقه پرواز ممنوع اعلام کردن. در نتیجه تنها راهی که میمونه اینه که ناتو و یا کشورهای معینی از مثلا فرانسه و آلمان و انگلستان و احتمالاً با کمک یا حمایت آمریکا که هنوز موضع رسمی سر جنگ نگرفته دست به عملیاتی بزنن و مثلا پایگاه‌هایی رو مورد حمله قرار بدن. اگر حمله محدودی رو به هر حال در نظر بگیریم، به نظرم خب یه مقداری فضا و از نظر روانی به نفع اپوزیسیون تغییر میده، ولی از نظرهای دیگه اتفاقات عجیبی نخواهد افتاد، تغییر زیادی صورت نخواهد گرفت و کلن همین فضای موجود رو به درجه شدت یافته تر شاهدش خواهیم بود. روسیه و جمهوری اسلامی سخت پشت رژیم اسد ایستادن و تو این روزها تلاش زیادی دارن که مثلا ثابت کنن که حمله شیمیایی کار رژیم اسد نبوده. در احتمال واکنشی از طرف سوریه، از طرف روسیه رو شما پیش بینی میکنید؟ آیا موضع گیری جمهوری اسلامی و واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ ببینید الان، همین الان روسیه و جمهوری اسلامی مستقیما درگیر جنگ در سوریه هستند به حمایت از رژیم اسد و اونها هم حتما یعنی روسیه شاید به درجه فعالتر برخورد خواهد کرد. جمهوری اسلامی نگران وضعیت خودشه، بنابراین فکر میکنم که مجبور میشه اگر جنگ صورت بگیره سریع نیروهاشو به جایی که به حمایت دخالت بیشتری تو سوریه بکنه از سوریه بیرون بکشه، چون عواقب بسیار خطرناکی براش داره که بلافاصله این جنگ دامن خودش رو بگیره، حالت جنگی پیدا کنه با کشورهای اروپایی و آمریکا و غیره که براش به نفعش نخواهد بود. در نتیجه کلا اینطوریه، ولی از نظر جار و جنجال به نظر من هر دو، هم روسیه هم چین هم جمهوری اسلامی، جنجال زیادی راه همین الان راه انداختن و تو این حده. به هر حال نکته که میخوام بگم اینه که دخالت مستقیم نظامی روسیه تو اوضاع حتی اگر حمله صورت بگیره بسیار بعیده به خاطر عواقب بسیار خطرناکی که میتونه داشته باشه برای خود روسیه و برای کلن دنیا. دو سال هست که مردم سوریه توسط رژیم اسد کشتار میشن. راه حل بحران سوریه رو شما در چی میبینید؟ مردم و بشریت متمدن برای جلوگیری از تکرار این فاجعه، به خصوص اگر آمریکا حمله کنه به سوریه، چی کار باید بکنن؟ مردم چه واکنشی باید نشون بدن نسبت به این مسئله؟ ببینید اگر الان خیلی وقتی که در مورد راه حل بحران سوریه صحبت میکنیم، معمولا نگاه ها میره به طرف دولت های غربی و اینکه ارتش بکشن حمله کنن و غیره، که به نظر من این راه حل نیست و فضایی میتونه ایجاد کنه شبیه عراق و غیره و اینها. ولی مردم سوریه همطور که شما گفتین دارن کشتار میشن، انقلابشون داره سرکوب میشه، مردم دست به یک انقلاب زدن برای اینکه حکومت بشار اسد دیکتاتوری نمیخواستن، حکومت مذهبی نمیخواستن، حکومت اسلامی و نوع جمهوری اسلامی که هر دو دست و دست هم دارن نمیخواستن و حق داشتن مردم. و
اگر راه حلی برای سوریه وجود داشته باشه که به نظر من وجود داره، اینه که مردم دنیا به طور میلیونی علیه حکومت اسد دست به تظاهرات و اقدام بزنن، خواهان بسته شد بایکوت کامل نظامی به اصطلاح سیاسی و دیپلماتیک این حکومت بشن، سفارتخونه‌هاش بسته بشه، زیر فشار قرار بگیره. و همینطور این مهمه که دولت‌هایی که ازش حمایت میکنن مثل جمهوری اسلامی، مثل روسیه، مثل چین، زیر فشار افکار عمومی دنیا قرار بگیرن. تصور کنین مثلا یه تظاهرات 200,000 500,000 نفره صورت بگیره که مستقیما خواستار این بشن که دست روسیه و چین و جمهوری اسلامی از سوریه کوتاه، مردم سوریه باید حق دارن سر رژیم اسد رو سرنگون کنن، سفارت خونه و غیره اینو باید بسته بشه. این فضا میتونه هم رژیم اسد رو بسیار ایزوله کنه، زیر فشار قرار بده، هم فضای روانی بسیار خوبی در سوریه به نفع مردم ایجاد کنه، و هم که دولت‌های حامی رژیم اسد رو زیر فشار قرار بده که براشون روشن باشه که این براشون ارزون تموم نمیشه که از یک حکومت بسیار جنایتکار ضد انقلابی که داره مردم انقلابی رو سرکوب و کشتار میکنه حمایت بکنه. برای این یک بخش ماجراست. بخشن هم یه سری جنایت ها، جریانات اسلامی، تروریست، القاعده، نوع جمهوری اسلامی هستن که توسط بازم اونم دولت های مثل جمهوری اسلامی و عربستان و قطر اینا مورد حمایت قرار میگن، یا ترکیه. اینها هم باید افشا بشن، اینا هم باید تو سطح بین المللی افشا بشن. در حال این یک فشار اینجوری وسیع تو سطح دنیا میتونه رژیم اسد رو بسیار تضعیف کنه و انقلاب مردم رو تقویت کنه، جلو بکشه، گروه های تروریستی رو تضعیف کنه و به هر حال دولت ها رو زیر فشار قرار بده که با رژیم اسد روابط دیپلماتیکشون رو کاملا قطع کنن و کمک نظامی به این حکومت ندن و از نیروهای اپوزیسیون حمایت های درست مناسبی بکنن. این به نظر من راه حلیه که میتونه کمک بکنه به مردم سوریه، به انقلاب سوریه و به اوضاع سوریه که از این وضعیت جنایتکارانه ای که بمباران شیمیایی و ترور و کشتار هر روز داره علیه مردم صورت میگیره بیرون بیاد. متشکرم از شما کاظم نیکخوا به خاطر اینکه دعوت ما را برای این برنامه پذیرفتین. تشکر میکنم از شما، ممنونم. و تشکر میکنم از شما بینندگان گرامی به خاطر توجه شما به این برنامه، و همچنین تشکر میکنم از محمد شکوهی تهیه کننده برنامه. ساعت و روزهای خوشی را برای شما آرزو میکنم.